سلام، وکیل مرخیل استان با دیگه برنامه از چنل یوتیوب راستی. امروز ما شما درباره کمره گپ میزنیم، درباره بعض موضوعات کمره که بر بعض دوستا گنگ است، یک سوال است که فرق بین از این چیز و از اون چیز چی است. یک دوست میخواد کمره بخره، منتها نمیفهمه فرق بین کمره میررلس و DSLR چی است، نمیفهمه فرق بین کمره کراپ سنسر و فول فریم چی است، میخواد عکس بگیره فرق نمیفهمه بین جی پیگ و را چی است. سر از این موضوع گپ میزنیم. سه موضوع داریم یا سه بخش داریم، یکی سر کراپ سنسر به مقابل فول فریم، DSLR به مقابل میررلس و جی پیگ به مقابل را. خب، قسمی که گفتیم در اول که ما شما امروز سر سه موضوع گپ میزنیم و موضوع اول ما از فرق بین فرمت جی پیگ و فرمت را، فرق بین از اینا چی است. متوجه باشین پیش از اینکه عکس میگیرین یا پیش از اینکه فوتوگرافی میکنین، اولین سوالی که میکنین از خودتان است که عکس شما برای چی میگیرین. عکس شما میگیرین که زود برای یک کسی ایمیل کنین، عکس میگیرین که زود چاپ کنین، و یا عکس میگیرین که از یک هارد درایو در هارد درایو دیگه یا از یک کامپیوتر دیگه کامپیوتر زودتر انتقال بدین، و یا عکس شما به خاطر کدام مجله، به خاطر بیلبورد یا به خاطر کدام کار پرو میگیرین. چرا؟ به خاطر این دو فرمت بینشان تفاوت بسیار زیاد است. هر کدامش خوبیای خود و بدیای خود داره. اول از جی پیگ شروع میکنیم. پیش از اینکه درباره فرمت جی پیگ گپ بزنیم، باید بفهمیم که جی پیگ مخفف چی است. جی پیگ مخفف جوینت فوتوگرافیک اکسپرت گروپ است. اکسپرت گروپ میبخشن. اگر تا بال شما نمیفهمیدین، میشه که پیشتون نوت کنین و همراه دوستایتون که نمیفهمن هم شریک بسازین. خب، این فرمت خوبیا و بدیای خود داره. از خوبی ها شروع میکنیم. اولین خوبی یا بهترین خوبی فرمت جی پی کی است که سایز فایل بسیار خرد می باشه. چرا؟ به خاطر که فایل کامپرس می باشه. کامپرس یعنی خرد یا پچق شدگی می باشه. به می خاطر زود ترانسفر میشه از یک کمپیوتر به دیگر کمپیوتر، از یک هارد دیسک به دیگر هارد دیسک، از یک فلش مموری به دیگر فلش مموری و بسیار زودی ترانسفر میشه. اگر شما دو مثلا 100 قطعه عکس فرمت جی پیگ و 100 قطعه عکس فرمت را در عین وقت دو کمپیوتر که عین اسپید داشته باشه ترانسفر کنین، فرق بسیار کلان بینشان وجود میداشته باشه به اسپید کپی شدن یا ترانسفر شدن. چرا؟ به خاطر که فایل یا فرمت جی پیگ کامپرس است و فایلش خرد می باشه، زودتر ترانسفر میشه. دیگه خوبی فرمت جی پیگ ای است که ریدبل است توسط تمام ماشینا، چی کامپیوتر لپتاپ است، چی آی مک است یا مک است، لپتاپ است، آیپد است، هر چی که است بسیار سادگی رید میکنه. به خاطر ازمی چون مروج است، بین مردم عام است، شما هیچ وقت به این روبرو نمیشین که بخواین یک فایل جی پیگ باز کنین و شما کامپیوترتان مسیج بده که شما یا این اپلیکیشن رو دانلود کنین یا این سافت ویر رو انستال کنین که فایلتون رو ببینن. چرا؟ به خاطر که جی پیگ بسیار عام است و تمام ماشینا یا تمام کامپیوترها رید میکنن. کانس یا بدی فرمت جی پیگ چی است؟ اولین بدی فرمت جی پیگ ای است که بدترین فرمت عکس فرمت جی پیگ است. یعنی اگر شما بین تف و پی ان جی و غیره و غیره انتخاب کنین، بدترین آپشن یا بدترین فرمت این می فرمت جی پیگ است. به خاطر که این کامپرس شدگی می باشه، فایل خرد می باشه، تمام بسیار انفورمیشن که در هایلایت یا در شادوز می باشد، یعنی در سایه و در روشنی می باشه، یعنی از بین رفته می باشه، صحیح معلومات یا انفورمیشن در تصویر یا در عکس وجود نمی داشته باشه. یکی از کلانترین پوینت منفی یا بدی از این فرمت اینمی است. و دوم، شما به طور مثال میخواین که یک عکس که در فرمت جی پیگ گرفتن ادیت کنین، یک ماسکینگ کنین، یک چیز رو در فتوشاپ یا در لایت روم و ایر اکسپورت کنین، باز یک تکست اضافه کنین، باز ور اکسپورت کنین، باز یک رنگ کم تغییر بدین اکسپورت کنین، این معنای از این است که شما فقط یک عکس میگیرین، در ماشین فتوکپی میمونین، عکس از ماشین فتوکپی میبره، شما پس او عکس اصلی رو نه فتوکپی رو باز دیگه فتوکپی میکنین، باز او فتوکپی دیگه رو میمونین، اولی رو فتوکپی دومی رو میمانن، فتوکپی سومی رو به می رقم ادامه میدن. یعنی هر قدر که شما ادیت میکنین و دست میزنین عکس، اونم قدر انفورمیشن از دست میدن، اونم قدر کوالیتی خود از دست میدن. اینا در فرمت رام ما باید هم خوبیاش یاد کنیم هم بدیاش یاد کنیم. خوبیش از خوبی شروع میکنیم. یکی از خوبی فرمت رایی است که انکامپرس یا کامپرس نیست، یعنی همون چیزی که من براتون گفتم که فایل پچق شدگی یا خرد شدگی میباشه، این نیست. تمام
معلومات یا انفارمیشن که در شادوز یا در سایه یا در روشنی یا در متونز می باشه، تمامش شما میتونین که در ادیت یا در کلر گریدینگ یا در کلر کرکشن که در لایت روم میکنین یا در فتوشاپ میکنین یا در کدام سافت ویر اپلیکیشن دیگه میکنین موجود می باشه در راه. به خاطر از اینکه کامپرس نیست و مکمل چیزی که عکس کامرا و سنسر برداشته و نمور راسن شما روی عکس میبینین. خوبی های فرمت را یا پروزش، یکی از این است که داینامیک رنج بسیار خوب داره. مقصد از این است که در سایه و در روشنی تغییرات یا چیزایی که شما میخواین در او تغییرات بیارین بسیار ساده میتونین بیارین. به طور مثال اگه یک عکس که بیخی چی شده باشم، به با انگلیسی بلون اپ میگن، یعنی انفجار کرده باشه روشنی، یعنی هم تو بسیار روشن باشه که بسیار به مشکل ببینین، مثلا هایلایتس یا می جایی که روشنیست، قسمت روشنیست او اینقدر روشن است که بخی از بین رفته، مکمل سفید میزنه. اگر شما در فرمت را عکس گرفته باشین و او رو بیارین شما در کامپیوتر، چی در لایت روم چی در فتوشاپ، میتونین امرای کروز، امرای هایلایتس، امرای متونز و انمی اکسپوژر یا شما کنترل کنین و تا حد پس انفورمیشن بیارین یا معلوماتی که در مو روشنی یا در مو سایه وجود داشت شما او رو دوباره بیارین. منتها اگر شما عکس در فرمت جی پی گرفتن و او روشنی زیاد است یا بسیار عکس یعنی روشن است، تصویر هایلایت بسیار روشن داره، او دیگه فکر کنین که از بین رفت. وقتی که اگر شما او رو بخواین هر چقدر که کرو باشه یا اکسپوژر باشه، هر چقدر شما بخواین پایین بیارین، اون موقع در تصویر یا مو قسمت سیاه شده میره، تاریک شده میره، دیگه انفورمیشن پس دوباره نمیآید. بعدی یا کانس فرمت رایی است که فایلش سایزش کلان میباشه و این اصلا بعدی فکر نکنم باشه، چرا که خوبیش است چون کوالیتی بالاست، با مو خاطر سایز فایل بزرگ است. من یادم از سابق میفتن اگر یک تایپ بود یا یک هر چی که بود، تلویزیون بود هر چی که بود که میفتن این گرنگ است، میفتن همین خوبیش است ولی این اصلی است و اینمی چیز در عکس ها موجود دارد، چون کوالیتی خوب تر برتان میته، تصویر خوب تر میته، داینامیک رنج بسیار خوب میته، ادمو خاطر سایز فایل بزرگ میباشه و وقتی که شما میخواین ایمیل کنین یک ذره به مشکل ترانسفر میشه و نفری که در مقابل است و امکان داره به مشکل روبرو شوه که بر از او خود کامپیوترش یا سیستمش مسیج بده که باید شما اینی سافت ویر یا اپلیکیشن دانلود کنین که فایل یا فرمت را را ببینین. کراپ سنسر و مقابل فول فریم، کدامش خوب است کدامش خراب است، کدامش بهتر است کدامش بدتر است، این چی خوبی را داره که او نداره، این چی بدی را داره که او نداره. اینا رو ما باید اول بفهمیم که فرق بین کراپ سنسر و فول فریم چی است. یک دوست است در یک دکان رفته میخواد کامرا بخره، مون تا دمی کانفیوز است که من فول فریم بگیرم یا کراپ سنسر بگیرم و کراپ چی بدی را داره، فول فریم چی خوبی را داره. اول بیایم سر خوبیا و بدیا از اینا گپ میزنیم. اول یک بدیه که فول فریم داره که من میخوام اینجا یادآور شم است که قیمت است، یعنی به طور عموم وقتی که شما کمری فول فریم میگیرین، یک چیز دیگر براتون بگم چرا فول فریم میگن، یعنی کمرای فول فریم مقصدشون از فول فریم چی است. فول فریم از خودم ایده از یه سال 1910 یا تقریبا 110 سال پیش که وقتی که اینا می سنسر سایز 35 میلی متر ایجاد کردن یا ساختن، از اونجا این ادامه یافت، یعنی می مقصدشون از 35 میلی متر است که اینا فول فریم میگن. و اگر شما فر مثال اسکرینتون فول فریم است این رقم مثلا تصویر میگیره، اگر شما امو تصویر ثبت میکن به کراپ، کراپ یک دم نقدر است، یعنی خرد میکنه. این حال یک بدی فول فریم ما برتون میگم این است که قیمت میباشه. به طور عموم کمرایی که فول فریم است قیمتش بالا است. به طور مثال اگر مو ارزان ترین کمره فول فریم که مثلا سونی A7 III این می کم راسته، اگر شما قیمتش ببینید در حدود 2000 دلار است. منتها در عین حال اگر شما باز بیاین در نمو مدل و امو سن سال اگر کمره کراپ سنسر ببینید که به طور مثال A6400 است، شما میتونید که در حدود 800 دلار یا من نمیفهمم دقیقا 7500 دلار است، یعنی تقریبا دو چند قیمت
فول فریم است. خوبی های فول فریم چی است؟ یکی از خوبی های فول فریم ای است که وایدر فیلد آف ویو داره، یعنی مقصد از ای است که بزرگتر نشان میده، جایار زیادتر کاور میکنه. به طور مثال اگر شما یک تصویر شما برای کمره فول فریم میگیرین، برای عین لنز و عین تصویر شما برای کمره کراپ میگیرین، برای عین سایز لنز که مثلا 35 میلی متر در دویش باشه، تفاوت زیاد میبینین. مثلا 35 میلی متر کراپش ما تقریبا 50 میلی متر میبینین، فکر میکنین که بسیار زوم شده یا نفر نزدیکتر رفته، الان که هر دو کمره امکان داره پولید یک ترایپاد و نصب باشه. دیگه خوبی از این کمره فول فریم که از داینامیک رنج بسیار خوب داره، یعنی شما بسیار ساده میتونین که در شادو میتونز یا هایلایت بازی کنین یا پایین بالا ببرین. در خود تصویرم که میبینین همین داینامیک رنج، ما کوشش میکنم که یک قسمت مکمل سر داینامیک رنج انشالله برنامه داشته باشیم و براتان مکمل ایره تشریح کنم. من تا همه قدر براتان گفتم میتونم چیزی که در سایه یا در شادوز معلوماتی که هست یا انفورمیشن که هست و باز چیزی که معلومات در هایلایت یا در روشنی است، اونم بار تمام شه و بسیار خوبی کمره فول فریم میگیره. دیگه خوبی کمره فول فریمی است که شالوور دپت اف فیلد داره. شالوور دپت اف فیلد مقصدش چی است که به زبان عام بسیار ما مردم میگیم پرسرش دیفوکس است، والا پرسرش بلور است یا بلور است. این زبانای عام ما برتان میگم. اونمو شالوور دپت اف فیلد یعنی مقبولتر خیره‌تر یا خیره کریمی میگن، یعنی همتو مزه‌دار دپت اف فیلد میداشته باشه. و دیگه در لو لایت یعنی در کم روشنیام که باشه تصویر خوب بدون نویز یا بدون گرین، خصوصا در تاریکی یا در شادوز یا در سایه، اونمو چیزا را خوب کنترل میکنه، خوب بیانی تصویر شفاف و صاف و ساتره برتان میده. این شد خوبی های فول فریم. اینا رو میریم سر کراپ سنسر. یکی از خوبی های عمده کراپ سنسری است که قیمتش پایین می باشه، یعنی قیمتش ارزان است. مثل که من بر شما گفتم اگر شما کمره سونی A7III را با سونی A6400 مقایسه کنید تقریبا دو چند است، یا حتی کمره A6600 که نو آمد تقریبا در سال آخرای 2019 آمد و A7III در 2018 آمده، در شروع 2018 آمده، بازم ببینید قیمت تفاوت بسیار است. بخاطر فول فریم قیمت تر است و کراپ سنسر ارزان تر. و به طور عموم اگر کدام دوست که میخواین که عکاسی و فیلمبرداری را شروع کنن و بر از اونایی موضوع کراپ سنسر را که چقدر نزدیک است و چقدر دور است و این چیزا قیمت را نباشه، بهترین کمره است، بهترین آپشن است برای خصوصا کسایی که نو شروع میکنن یا بجت کم دارن، از اینکه که منتظر بشینن که والا پیسه جمع کنم که فول فریم بخرم. نو، برین کمره کراپ سنسر بگیرین، کمره مون تو خوب، کراپ سنسر خراب نی، کراپ سنسر مثلا همی سونی A6400 که من براتون گفتم یا A6600 که بهترین کمره است به خاطر عکاسی فیلمبرداری از چیزی که باشه. وقتی که شما کراپ سنسر کمره میخرین، لنزایش هم ارزان تر است، یعنی کمرایی که فول فریم شما میخرین امکان داره لنزاش قیمتش $2000 $2500 یا $1000 یا باشه، منتها با در عین چیز اونمو کمره را امرای از امور رقم مشخصات شما میتونین که در نیم قیمت $700 و $900 یا $500 و $400 خریداری کنین. یعنی یکی از خوبیای کراپ سنسر کمره امیاست که شما میتونین هم کمره را به قیمت پایین به دست بیارین و هم لنزایش. و به طور عموم تمام اکسسوری های کمره کراپ سنسر که از ارزان تر است. من یک چیز برتان مثال میتونم، فرض مثال شما امرای یک دوستتان مثلا احمد میرین بر عکاسی، هر دویتان یکیتان مثلا کمره فول فریم گرفتین، یکیتان هم کمره کراپ سنسر گرفتین، منتها لنزایتان هر دویش لنز فول فریم 70-200 است، میرین در یک جنگل یا میرین در یک دشت میخواین یک تصویر شیر بگیرین، شما هم کمره را میگیرین، دوستتان هم کمره را میگیره، فکس میکنن سر شیر، لنز در 200 میلیمتر است، عکس میگیرین، عکس گرفتن، آردیتان آمدن نشان میتن بر احمد که این عکس شیر میبینه، بسیار مقبول. وقتی که احمد از خود نشان میده بسیار نزدیک، بیخی فقط فکر کنه که در پیش دان شیر رفته عکس گرفته،
سوال پیدا میشنه که چطور از تو هر دوی ما پالو دا پالو استاد بودیم، لنز تو هم افتاد 200، از ما هم افتاد 200، چطور از تو قد پیش است از ما او قدر نیست پیش. این تفاوت دینمی است که کراپ سنسر که است، ما برتان گفتم 1.6 اکس یا 1.6 مرتبه چی میکنه، ضرب دبل میکنه خود امی میلیمتر تصویر که میگیرن. به طور مثال 70 میلیمتر بر 70 میلیمتر بر 200 میلیمتر. اره کهنا کیا چاہتے ہو؟ 70 میلیمتر تو 200 میلیمتر تو سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے که در فل فریم است. اونمور وقتی که شما در کمره کراپ سنسر انداختین، در کمره کراپ سنسر تقریبا 211 بر 320 اینمی طرف ها میشه، دمی رنج میشه و یک از با مو خاطر تصویر نزدیکتر نشان داد و رقم نشان میده که فقط تصویر از نزدیکتر گرفته شده و نزدیک شیر رفته باشه. این حال دوسته که اگر کمره فول فریم داره و میخواه که برامت عکس بگیره، دو آپشن داره، یا بره لنز 300 میلیمتر بخره که مثل امو رفیق خود عکس بگیره، یا مجبور است که بره پیشدان شیر استاس چه و عکس بگیرن. این حال یعنی یکی از خوبی های کراپ سنسر اینمی است که شما وقتی که لنز مثلا 70-200 هم مندازین، وان برتون تقریبا در حدود اینمی 112 الا 320 میلیمتر برتون عکس میگیرن. سال 2020 است، آیا کمری مرورلس بخریم یا DSLR؟ پیش از این که سر از این موضوع گپ بزنیم، بیاین که ما در رسم یا در رسامی براتون مکمل تشریح کنم یا توضیح بدم که DSLR و میررلس چی فرق دارد. یک چیز را میخوام پیش از این که در رسم و در تصویر در روی ورق براتون نشان بدم، کمره را شما اگر باز کنین لنزه و ببینین یک آینگه وجود داره، اونو کمره DSLR است، یعنی کمره آینه دار است. و کمره که میررلس باز کنین راستن خود سنسر کمره است، او کمره بدون آینه گفته میشه، یعنی آینه ندارم. تفاوت دیگری که بین از اینا است، کمره میررلس که است یک ذره خرد است، سلم است یا نازک است، لاغر است، منتها کمره DSLR که است چون هم پنتاپریزم داره و هم میرر یا آینه داره، به او خاطر دبلتر است، دبل است و بزرگ است، چاختر است. این حال ما در روی رسم برتان هم نشان میتونم، هم رسم میکنم که فرق بین از اینا در چی است. خب اگر کمره DSLR به این شکل و کمره میررلس به این شکل ببینیم، اول خب میبینیم که کمره DSLR بزرگتر یعنی دبلتر و بزرگتر است و کمره میررلس نازکتر و خردتر است. و تفاوت دیگر که بزرگ تفاوت وجود داره در قسمت اینجاست که آینه، وقتی من براتون گفتم وقتی که شما لنز پاس میکنین یک آینگک وجود داره، با مو خاطر کمره کمره که آینه نداره اون را میررلس میگن. خب در کمره DSLR وقتی که نور یا تصویر میآید از داخل لنز میشه و داخل لنز این لنز است و داخل لنز در آینه میخوره، از آینه پسیره رفلکت میکنه برای پنتاپریزم و پنتاپریزم در ویو فایندر میته که شما میبینین، یعنی از این قسمت شما میبینین تصویره که لنز میگیره. لنز تصویر گرفت برای آینه داد، آینه در اینجا در پنتاپریزم دور داد و تصویر پس برای ویو فایندر داد که شما میبیننش. در اینجا وقتی که شما شتر میزنین، یعنی همو کمره را که عکس میگیرین سویچ پچک میکنین، یعنی می آینه اتوماتیک که خود از این شکل به شکل بالا میره، یعنی از اینجا در اینجا میاید به این رقم راه را باز میکنه برای نور یا برای تصویر که برای سنسر خود برسانه، یعنی برای سنسر کمره خود برسانه. وقتی که شما شتر میزنین چی خود بالا میکنه، آینه خود بالا میکنه و تصویر یا نور میره در سنسر میخوره و عکس میگیرن. و کمره میررلس چی است؟ کمره میررلس وقتی که می لنز شما پاس میکنین راستن خود چی است؟ سنسر است. وقتی که عکس میگیرین، عکس از در لنز داخل میشه یا نور داخل میشه، راستن خود سنسر عکس میگیره. به مو خاطر وقتی که شما در ویو فایندر رو میبینین دیجیتال است و در اسکرین رو میبینین دیجیتال است و همه چیز یعنی ساده تر است. و به مو خاطر هم چیز سایز کمره خصوصا به اینی طرف چیزش دبلی کمره کمتر است، به خاطر که اینجا شما میبینین که آینه است، باز آینه خود آپریت میکنه، یعنی تا بالا میکنه، از اینجا در این حالت میاد وقتی که شما عکس میگیرین بالا
میره باز که چی خلاص میشه، عکس گرفت پس و آینه به جای خود میآیه. باز اینجا وقتی که شما میبینن اینجا پنتاپرزم چی میکنن آپریت میکنه، به مو خاطر کمرای دی اس ال آر بزرگتر است و آینه داره و کمرایی که میررلس است بدون آینه صرف سنسر داره که بدون آینه چی میگیره عکس میگیره. خب این فامید نال میبینیم که کدام کمره کدام خوبیا و کدام کمره کدام بدیا را داره. دی اس ال آر کلانترین بدیش سایزش است که هم بزرگ است هم گرنگ است، یعنی هیویس و هم سایزش کلانتر است بیگر است. و طور مثال اگر شما در بک کمره تان میمانین امکان داره جای دو کمره میررلس بگیره یا به جای یک کمره دی اس ال آر شما دو کمره میررلس بانین، به خاطر که من پیشترم برتون گفتم که همی پنتاپریزم داره و هم میرر داره، آینه داره که خود از او موو میکنه در داخل کمره، به مو خاطر او سایزش دبل تر است، یعنی بزرگتر است کلانتر است. و خوبی های از این یک خوبی از این است که شاتر سپید تیز داره، یعنی عکس زود میگیره خصوصا در مثلا سپورت تاوال به طور مثال در المپیکس و این چیزا بیا زیادتر از کمره دی اس ال آر استفاده میکنن چرا که زود شاتر میزنه تیزتر عکس میگیره. و دیگه خوبی داره که بیتری لایف از یعنی وقتی که شما چارج میکنین کمره تانه بسیار دیر دوام میده، به خاطر چی که خود همی ویو فایندر از یکی از دیجیتال نیست، شما وقتی که میبینین دو بیتری مصرف نمیشه، خود اسکرین و چیزهای از این بیتری زیاد مصرف نمیکنه، با مون خاطر لایف بیتری از یا مدت بیتری از این دوامدارتر است نسبت به کمره میررلس. کانس یا خرابی کمره میررلس چی است؟ اولین خرابی کمره میررلس اینمی است که لایف بیتری از این کم می باشه، یعنی چون کمره تمامش در بیتری آپریت میشه و مصرف بیتری بالاتر است. به طور مثال شما اگر ویو فایندر کمره رو میبینین، ویو فایندر مقصد از ایست که یکی خواه سکرین کمره می باشه در پرسر است و یکی ویو فایندر همون خورد است که شما میبینین سن میکنین و عکس میگیرین. وقتی که شما در کمره میررلس میبینین کمره میررلس یعنی در ویو فایندر هم شما میبینین که بیتری لایف مثلا آدیو والیوم تمام چیزا را نشان میده برتان، یا اینمی تاثیر عزیز یعنی نشان میده که بطری مصرف میکنه. هم اسکرین پرسر که شما عکس میگیرین دستی پریویو برتان نشان میده، یا مثلا ویدیو میگیرین دستی میبینین، یا در خود ویو فایندر از او میبینین، اینمی خود از این بطری رو مصرف میکنه و اینمی یکی از بدی یا کانس کمره میررلس است. خوبیش چی است؟ خرد است، لایت است، قدر گرنگ نیست، سایزش بسیار خوب است، بایک کمره تان همیشه دوای تان میکنه، چون و جای از این که شما یک کمره گرنگ کلان و چی را در پرسر تان بگیرین و بایک جای لنز یار تنگ بسازین، از او کده بهتر است که کمره بگیرین که لایت باشه، ظریف باشه و کوالیتی کارم بهتر باشه. این حال اگر شما از ما پرسان کنین که در بین نمی چیزایی که من تشریح کردم یا توضیح دادم کدامایش انتخاب ماست، از بین جی پی گا را 100%، 1000%، 100%، را، یعنی من فکر کنم که 2-3 سال شده که ما هیچ اصلا فرمت جی پی که هیچ مثلا در کمره عیار نکردیم، همیشه را عکس میگیرم، را ادیت میکنم و را استفاده میکنم. باز در بین فول فریم و کراپ سنسر 100%، 1000%، فول فریم. کراپ سنسر هم خوبیای خود داره، من برتون یاد کردم گفتم کسایی اگر کس دوست میخواد که نو عکاسی یا فیلم برداری رو شروع کنه بهترین آپشن است برش، مونتا من چون خودم دوست دارم که زیادترم و وایدر تصویر بگیرم، شالوور دپت اف فیلد زیادتر دوست دارم، به مو خاطر کمره فول فریم زیادتر دوست دارم. باز در بین میررلس و دی اس ال آر 1000% میررلس، کمری میررلس یعنی برتان مشوره میتم اگر شما پلان دارین میخواین بگیرین، یعنی اگر در نیو استارتر هم هستین باز هم مشوره میتم که میررلس بگیرین، هر کمری رو میگیرین میررلس بگیرین. کمری دی اس ال آر آستا آستا در ختم شدن است، حتی کمری کنان که در این بیخی لید میکرد و بسیار پیش بود، حتی امو آستا آستا رو به کمره میررلس آورده که کمره نوشان شما میبینین که آمده در مارکت معرفی کردن. و کمره که میررلس است بهترین کمره را سونی داره، فوجی فیلم داره، پاناسونیک داره که به نام لومکس، اینمی کمره است که شما میتونین از اونا خریداری کنین.
خب اگر این برنامه خوشتان آمد و احساس میکنین یک چیزی یاد گرفتین یا یک چیز در معلوماتتان اضافه شد، لطفا ویدیو را لایک کنین، صفحه ما را سابسکرایب کنین و می زنگک هم کلیک کنین که ویدیوهای بعدی که ما اپلود میکنیم یا اپلودهای بعدی ما را بر شما نوتیفیکیشن بزن. جهان سپاس کمرای ما بودین، خوش آرام باشین، خدا نگهدارتان.